سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. راز افرادی که در ارتباط برقرار کردن مهارت دارن چیه؟ همه چیز به رسوندن پیام مربوطه. مدیران کسب و کار به ارتباطات اهمیت زیادی میدن. اگه میخواین ارتباطات موثری برقرار کنین، تسلط بر اون چه لازمه بگین و چگونگی بیان اون فاکتورهای مهمی هستن. هرچند یکی از عناصر ارتباط کلامی معمولاً اهمیت بیشتری داره، یعنی شیوه صحبت کردن. فن بیان و سخنرانی چیزایی نیستن که این روزا مد شده باشن. برخلاف تصور بعضیا که فکر میکنن چند سالی بیشتر نیست که آدما برای به کرسی نشوندن حرفشون خوب صحبت کردن رو آموختن، اهمیت نفوذ کلام از همون روزهای اول که بشر به توانایی حرف زدن دست یافت احساس شد. هرچند سخنرانی به همون سرعت به مفهومی که امروز میشناسیم تبدیل نشد. اولین کتابی که با جزئیات در مورد سخنرانی و آموزش اون پرداخته به 4500 سال پیش برمیگرده. البته بیشتر تکنیکایی که امروزه در مورد هنر نفوذ کلام و قانع کردن دیگران میدونیم به ارسطو، فیلسوف یونانی قرن سوم پیش از میلاد برمیگرده. نکته جالب در آموزش‌های ارسطو اینه که تاریخ انقضای اونها نگذشته و سخنرانان معروفی مثل جان اف کندی و مارتین لوتر کینگ هم از تکنیک‌های مشابهی برای افزایش نفوذ کلام خودشون استفاده می‌کردن و این نکات هنوز هم این روزا کاربرد دارن و قدیمی نشدن. اما اصلاً چرا باید نفوذ کلام بیاموزیم؟ حداقل به این سه دلیل هر کسی باید تا حدی با فنون سخنرانی و نفوذ کلام آشنایی داشته باشه. دلیل اول، تقریبا هر کسی در زندگیش در شرایطی قرار میگیره که باید برای جمعی صحبت کنه، بخواد از عقایدش دفاع کنه یا لازم باشه کسی رو متقاعد کنه. پس بهتره خودمونو برای اون روز آماده کنیم. دلیل دوم، کارمندان با هر سمتی که داشته باشن بر اساس توانایی سخنرانی در جمع و مهارت‌های ارتباطی به عنوان یکی از مهمترین مهارت‌هایی که باید کسب کنن رتبه بندی میشن و پیشرفت میکنن. و دلیل سوم، نفوذ کلام و توانایی متقاعد کردن دیگران با هر موقعیت اجتماعی که داشته باشین میتونه در کار شما، در زندگیتون یا حتی در دنیا تغییرات بزرگی ایجاد کنه. در ادامه 11 راه ساده برای تقویت فن بیانتون رو با هم بررسی میکنیم. مورد اول، شمرده صحبت کنید. با هر صدا و سرعتی که صحبت میکنین، وضوح کلید موفقیتتونه. شنونده باید قادر باشه تمام کلمات رو بشنوه. بنابراین هر عبارت مبهمی میتونه این وضوح رو از بین ببره. درست صحبت کردن رو با تلفظ و ادای صحیح کلمات تمرین کنید. یکی از کارهایی که میتونین انجام بدین تا وضوح کلامتون رو بیشتر کنین، کم کردن سرعته. افراد وقتی نگران هستن یا درباره اونچه میگن تردید دارن، تمایل دارن سریع صحبت کنن. شمرده صحبت کردن نه تنها فهم شنونده رو از صحبت‌های شما تقویت میکنه، بلکه باعث میشه مطمئن و آروم به نظر برسین. معیاری خوب وجود داره تا کیفیت سرعت صحبتتون رو ارزیابی کنین. فرض کنین که شماره تلفنی رو میخونین. فردی که گوشش با شماست باید بتونه اونو یادداشت کنه. برای تمرین سرعت گفتار، رشته بلندی از اعداد رو بخونید و حین انجام این کار اونها رو در هوا یادداشت کنید. این تکنیک برای رسیدن به ضرباهنگ عالیه و اینگونه میتونین نفوذ کلام داشته باشین. قبل از ادامه برنامه، اگر تا اینجا با ما همراه بودید، حتما دکمه لایک رو بزنید. لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری بتونن این ویدیو رو ببینن و از اون بهره‌مند بشن. و جدا از اون، اگر تا به حال در کانال سابسکرایب نکردید، همین حالا این کار رو انجام بدید. حالا میرسیم به مورد دوم. با اعتماد به نفس صحبت کنین. سلام به همگی، اسم من احمده. متاسفانه باید بگم کسی به ادامه این سخنرانی گوش نمی کنه. این مثال نشون میده که چگونه نداشتن اعتماد به نفس به همه چیز لطمه میزنه، مخصوصاً به صداتون. احساس کنید حرفی که میزنید متعلق به خودتونه. با تمام اعتماد به نفسی که در دنیا وجود داره صحبت کنین.
فرض کنین میخواین با کارات بازی تعدادی بلوک محکم رو بشکنین. یک کمی تردید باعث میشه به جای بلوکا دستای شما بشکنن. مورد سوم، به چیزی که میگین اعتقاد داشته باشین. نکته قبل در مورد اعتماد به نفس موقع صحبت کردن بود و این نکته در مورد ارتباطی که شما با موضوعی که در مورد اون صحبت میکنین برقرار کردین. باید خودتون چیزی که میگین رو باور داشته باشین. وقتی با اشتیاق صحبت میکنین، مردم تفاوت رو حس میکنن. شاید این نکته بسیار لطیف و کمی نامحسوس باشه، اما در حقیقت وقتی اشتیاق در متنتون تنین انداز بشه، صداتون قابل باورتر و متقاعد کننده تر به نظر میرسه و این یکی از راه‌های تقویت قدرت بیانه. مورد چهارم، خودپرستی رو کنار بذارین. مایک تایسن میگه باید در زندگی فروتن باشین. اگه فروتن نباشین، زندگی شما رو فروتن میکنه. برای تقویت این مورد، میتونین خودتون رو با افرادی احاطه کنید که بهتر از شما هستن. میتونین از همجواری با اونها درسای زیادی یاد بگیرین که از روشای دیگه آموختن این درسا امکان پذیر نیست و مهارتتون رو ارتقا بدین. در کلاس ها و کارگاه هایی شرکت کنین که از افرادی تشکیل شده که در حرفشون از شما بهترن. به تجربیاتشون گوش کنید. ممکنه سخت باشه، اما قطعاً به بهتر شدنتون کمک میکنه. مورد پنجم، با صداتون با ملایمت رفتار کنین. برخلاف یک نوازنده گیتار، پیانو یا تبل، هنگام سخنرانی ابزار کار شما بدنتونه. ببینید چطور نوازنده های حرفه‌ای از آلات موسیقیشون نگهداری میکنن؟ با وسواس اونو تمیز، از اون محافظت، قطعات شکستش رو تعمیر و در جای خوب و راحتی از اون نگهداری میکنن. شما چطور با ابزار کارتون رفتار میکنین؟ برای نگهداری، مراقبت و حفاظت از تراوتش چه کارایی انجام میدین؟ برای حفاظت از صداتون این نکات رو رعایت کنید. نفس عمیق بکشین و با استفاده از الگوهای تنفسی مناسب گام اول رو در این راه محکم بردارین. اگه به جای تنفس عمیق شکمی از راه سینه و سطحی تنفس صحیح داشته باشین، صداتون ضعیف‌تر و وحشت زده به نظر میرسه. همچنین این کار میتونه باعث کشش غیر ضروری تارهای صوتیتون بشه. وقتی استراب و استرس دارین یا وحشت زده هستین، شاید کمی سخت باشه یادتون بمونه نفس عمیق بکشین. اما نفسهای آروم عمق صداتون رو بهبود میبخشه و به شما کمک میکنه مطمئن‌تر به نظر برسین. حتما با فواید نوشیدن آب آشنا هستین. زیاد آب بنوشید. سیراب نگه داشتن بدن به کیفیت صداتون کمک بسیاری میکنه. اگه در طول روز قهوه، نوشابه یا نوشیدنی‌های الکلی بنوشید، ممکنه تارهای صوتیتون رطوبت لازم برای تولید بهترین صدای ممکن رو نداشته باشن. تارهای صوتی باید انعطاف پذیری خوبی داشته باشن، چون با سرعت زیادی میلرزن. تارهای صوتی زنان به طور متوسط 200 بار در ثانیه میلرزه. این عدد برای مردان حدود 120 بار در ثانیه است. با هر وعده غذایی آب بنوشید. یک بطری کوچک آب رو پر کنید و مرتب از اون کم کم بنوشید. شاید این مقدار آب زیاد به نظر برسه، اما باید بدونین اغلب مردم کمتر از حد مورد نیازشون آب می نوشن. مورد بعدی اینه که از فریاد زدن پرهیز کنید. فریاد زدن میتونه باعث کشیده شدن تارهای صوتیتون بشه و صحبت کردن رو براتون مشکل کنه. در بدترین حالت فریاد زدن میتونه به گره های صوتی و برآمدگی تارهای صوتی منجر بشه. حداقل 7 ساعت در شب بخوابید. یه صدای خسته بد به نظر میرسه. همچنین خستگی برای صداتون مضره و زمزمه نکنید. این کار برای صداتون مشکل ایجاد میکنه و باعث کشیدگی تارهای صوتیتون میشه. حالا میرسیم به مورد ششم. حواستون به وضع نشستن یا ایستادنتون باشه. طرز نشستن یا ایستادن هم میتونه سخنرانی شما رو تحت تأثیر قرار بده. صاف ایستادن یا نشستن به شما اجازه میده به خوبی نفس بکشین و صداتون قدرت نفوذ بیشتری داشته باشه. کمی تکون دادن سر هم میتونه مفید باشه. اگه چونتون رو بالا ببرین و سرتون رو کمی کج کنید، میتونین تنین صداتون رو کم کنید و در نتیجه صداتون شفافتر به گوش برسه.
اگه شونه هاتون به هم نزدیک باشه و به سمت سرتون قوز داشته باشه، بخش بزرگی از قدرت بالقوه صدای خودتونو از دست میدین. مورد هفتم، مراقب زیر و بم صداتون باشین. معمولاً صداهایی با شیب زیاد یا خیلی زیر به دلیل استراب یا عدم اطمینان گوینده به وجود میاد. استفاده از شیب صحیح صدا به شما کمک میکنه ارتباطات بهتری برقرار کنین. میتونین بهترین اوج صداتون رو با گفتن آها پیدا کنید. همون عبارتی که به جای بله در جواب یک دوست میگین. اوج صداتون در هنگام صحبت کردن باید با آ همخونی داشته باشه. مورد هشتم، خودتون رو آماده کنید. شاید باورتون نشه اما یک قهرمان دوی سرعت المپیک قبل از اینکه سعی کنه رکورد دنیا رو جابجا کنه، حداقل 3 ساعت رو صرف گرم کردن تمام اعضای بدنش میکنه. راستشو بخواید من به جایی رسیدم که قبل از پیاده روی حتما باید بدنمو گرم کنم، وگرنه عضلات پشت پام به شدت درد میگیرن. داشتن آمادگی یک ضرورته. برای تقویت قدرت بیانتون هر روز صبح رو با گرم کردن صداتون شروع کنید. عضلات صورتتون رو بکشید. برنامه هاتون رو به ترتیب اجرا کنید. یکی از تمرین هایی که برای گرم کردن تارهای صوتی میتونین انجام بدین، ارتعاش لبها با عبور هوا از بین اونهاست. ماهیچه های گردنتون رو شل کنین. تمرین های تنفسیتون رو انجام بدین. حتی اگه زمانی برای گرم کردن صداتون صرف نمی کنین، هر روز صبح 5 دقیقه رو به آماده کردن صداتون اختصاص بدین. این تکنیک برای صداتون به طور شگفت‌انگیزی خوب و برای سلامتیتون مفیده. اگه هنوز فکر می کنین این ترفند احمقانه است، توجه داشته باشید سلین دیون که سالها در زمینه خوانندگی تجربه داره و در کارش بسیار موفقه، هنوز هم هر روز صبح رو با این تمرین‌های پایه‌ای آغاز می‌کنه. مورد نهم، بدون آمادگی خوندن رو شروع کنید. در موسیقی به توانایی خوندن یک برگه موسیقی که تا به حال اونو ندیدین و نواختن اون به وسیله آلت موسیقی بداهه نوازی میگن. برای سخنرانی‌های طولانی یا پروژه‌های بزرگ مثل صداگذاری کتاب‌های صوتی یا ویدیوهای آموزشی ممکنه وقتتون برای چندین بار روخونی متن قبل از شروع کار تلف بشه بدون اینکه نیازی به این کار باشه. به جای اون میتونین تمرین کنید هنگامی که برای بار اول متنی رو میخونین اونو خوب بیان کنید. ممکنه مدتی طول بکشه تا دهان و چشماتون هماهنگ بشن، اما این مهارت به خوبی با گام بعدی که از اون صحبت خواهیم کرد در ارتباطه. مورد دهم، تمرین کنین. برای تقویت قدرت بیان باید تمرین کنین. با اینکه دیگران بارها و بارها اهمیت تمرین کردن رو برای نتیجه دادن کارها توضیح دادن، ما هم در مورد اون صحبت میکنیم. بهترین هنرمندان دوبله میتونن هزاران کلمه رو بدون ارتکاب اشتباه بیان کنن. اما برای به دست آوردن این مهارت سالها زمان لازمه. تمرین باعث از بین بردن نواقص میشه و صدا پیشه ها از این راه به موفقیت میرسن. خیلی زود روی غلطک میفتین و خوندن و گفتارتون به هم پیوسته و بدون اشتباه میشه. به این ترتیب در وقتتون صرفه‌جویی، در کارتون پیشرفت و از مهارتتون سود کسب میکنین و قدرت نفوذ کلامتون رو بالا میبرین. مورد 11، آروم باشین. شاید این آخرین نکته باشه اما مهمترین مسئله است. چرا؟ چون اگه تازه کار هستین، هر یک از سخنرانی های آزمون ها میتونه براتون به آخرینش هم تبدیل بشه. پس همه چیز به این چند دقیقه یا حتی چند ثانیه بستگی داره و این موضوع میتونه شما رو نگران کنه. عمیق نفس بکشین و لبخندی بزنین. به توانایی های خودتون اعتماد داشته باشین و بدونین فرقی نداره چه اتفاقی میفته. مهم اینه که شما به بهترین شکل تلاش کردین. یادتون باشه این برنامه رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید تا اونها هم مثل شما در مسیر پیشرفت قرار بگیرن. این لطف رو در حقشون بکنید. حالا یه سوال، به مهارت فن بیان خودتون از 1 تا 10 چه نمره ای میدید؟ عدد 10 بزرگترین و بهترین نمره است. برای یادگیری تکنیک پیروزی در مذاکره در هر شرایطی
بهتون پیشنهاد میکنم حتما این برنامه جذاب رو ببینید. یادت باشه با برنده ها که بشینی تازه میفهمی سطح صحبتت کجا بود و حالا باید کجا باشه. پیروز و برنده و سربلند باشید.